مهمان من تا سال گذشته جوانترین عضو دولت و رئیس یکی از حساسترین ارگان های حکومتی افغانستان بود ولی او حالا یکی از سرسختترین مخالفان هر گونه سازش با طالبان است و میگوید امریکا برای سرکوب طالبان باید پاکستان را بمباران کند او مخالف بیطرفی افغانستان است و میگوید پایگاه نظامی امریکا برای کشورش ضروری است برای گفتگو با او به اینجا شهر اتریخت هلند محل اقامت چند روزه اش آقای امرالله صالح به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید سپاس از شما آقای ساله شما تابستان گذشته از پست مهم ریاست امنیت ملی افغانستان کناره گیری کردید آیا علتش فقط اون بود که اتفاقی که افتاد حمله ای که به محل برگزاری جرگه مشورتی سر شد بود؟ خب من او وقت هم اظهار نظر کرده بودم او یک جرقه بود که باعث شد ولی صفحه سیاست تغییر کرده بود و ما داشتیم به طرف صفحه سازش و کاهش اهداف خود حرکت میکردیم و نمیخواستم من که در صفحه سازش باقی بانم به با او خاطر جرگه سال یک بهانه و یک جرقه بود شما بعد از اون در یک جایی در یک مصاحبه گفته بودید که شما ده ها دلیل دارید برای کنارگیریتون چیه اون ده ها دلیل؟ خب افغانستان کشور آسیب پذیری هست و من هنوزم با آن که در داخل حکومت و نظام نیستم خودم مدافع منافع افغانستان میبینم و بیان و دلایل هنوزم میتونه آسیب پذیری های کشور ما را بیشتر بسازه و دشمن های افغانستان توان بهرهگیری از او آسیب پذیه را بده هنوز هم نمیخوایم تبصره کنم ولی با بیان او جملات من میخواستم بگویم که خب این یک جرقه بود و در عقب از این جرقه و بهانه مسائل بزرگتر نهفته است چی هست بزرگتر؟ بزرگ؟ یکی از اون نکات خدمت شما گفتم که سیاست داشت به طرف تغییر بنیادی می رفت و صفحه جدید از سیاست آغاز کرده بودند و این صفحه جدید سیاست استوار و سازش بود استوار و تذرع بود استوار و ساختن هویت کاذب و دشمن ما بود بدون از ای که ما از مردم افغانستان ای اجازه را بگیریم و با اونا مشوره کنیم و من نمی خواستم که با این سازشکاری و با این کاهش اجندا و اهداف بدون توجه و دلیل صرفا یک مامور باشم و ترجیح دادم به خاطر لبایک لب گفتن به صدای زمیر و وجدانم از ماموریت کنار برم یعنی در واقع به زبان ساده تر اینه که دولت و شخص آقای کرزه موافق این بود که با طالبان سازش بکنه صحبت بکنه و شما مخالف اون بود و فکر میکردید که افغانستان داره بی بیراهه میبره در نتیجه استفا کردید بله خب، خیلی خوب اگه اینطوره آقای ساله خود عجیب به نظر میاد که شما در یک دولتی هستید در مستر یک ارگان فوق العاده حساس و مهمی هستید دسترسی به انواع اطلاعات نه فقط از داخل خود کشور بلکه اطلاعاتی که کشورهای دیگه هم به شما میدن دارید و از جمله معدود کسانی هستید که دسترسی روزانه به شخص رئیس جمهوری دارید شما همه این امکان نفوذ دارید همه اینا رو بل میکنید بیاد بیرون که از بیرون چیکار کنید ما مشخصا شخص خود ما در داخل نظام اداری امنیتی افغانستان رشد نیافته بودم ما ریشم برمی برمیگرده به یک پایگاه فکری که به خاطر به وجود آوردن یک جامعه کسرتگرا و یک جامعه رنگارنگ در افغانستان ما مبارزه کرده بودیم و تا وقتی که دولت افغانستان حاضر بود از عدالت دفاع کنه و عدالت به خاطر رسیدن به یک ثبات کاذب و معامله نگیره ما با یک وجود مملو از عشق و افتخار در خدمت از او دیدگاه قرار داشتیم <تص> و وقتی که ما دیدم با ای ارزش ها و ایدال هایی که داریم و با ای آرمان هایی که داریم و عقبه و پایگاه اساسی ما امی آرمان ها است نه مسائل دیگه و من نمیتانم که در ای راستا از داخل نظام نفوذ گذار باشم و با نظریات خود در داخل نظام به انزوا رفته بودم و وزن سیاسی خود از دست داده بودم ما ترجیح دادم که پس بر بگردیم به ریشه های خود پس بر بگردیم به عقبه سیاسی خود و ملت افغانستان در جریان بگذاریم که به اصطلاح نخبه های از این کشور دارن آرمان های شما را به خاطر بقای یک کتله کوچک از انسان ها در قدرت بنابر ملاحظه که است به معامله بگیرن و آرزوی بزرگی که ما داشتیم چتر ملی یعنی نظام افغانستان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ارائه دیدگاه و با بهرهگیری از ای که افغانستان در سایه روشن جهان قرار داره و کمک های جهانی به ما سر زیر میشه ما را میبره به یک افق سبز و از این دایره خبیسه فقر و بدبختی و به اتفاقی و تشنج بیرون میکنه دیگه او آرزوها شدار شده خیلی خوب دارد. حالا حالا شما که شما الان یک سال میگذره از زمانی که حالا بل. چیزی نمونده که یک سال بشه از زمانی که شما از دولت این بیرون بل. تا حالا چه کاری کردین که فکر میکنین خیلی مؤثرتر بوده از اون کاری که احیانا میتونستید در داخل دولت بکنید کار سیاسی و کار آگاهی را بسیار سخت است که شما اندازه گیری کنید یا به عباره دیگه مجربل نیست اما کارهای اساسی و بنیادی انجام دادیم ما برنامه اول را که اختیار کردم آگاهی گاهی دیهی به مردم افغانستان بود سفرهای داشتیم با دانشگاه ها، با اقوام، با جامعه روحانیت افغانستان جریانات را که من از او واقف بودم و احساس میکنم که اگر ما مانع از این حرکت و جریان نشیم، افغانستان به پرتگاه میره ما ملت خود در جریان گذاشته آیا ای در جریان قرار دادن به ما در ساحه سیاست جایگاه ایجاد کرده که در معاصبات قرار بگیریم یا نه او رو میگذاریم به آینده ها ولی صلح سازش ناشفاف با طالبا و معاملگری با مد نظر داشته از اینکه که ما یک حوزه بزرگ از افغانستان در جریان قرار داریم ناممکن است و اینا مجبور هستند که اجازه ملت افغانستان بگیرن نظریات از اونها را احترام بگذارن و ارج بگذارن و بعدا به نمایندگی از اهداف ملت افغانستان به مذاکره برند بسیار خوب این اتفاق آقای صالح داره میفته یعنی بله. بدون توجه به اینکه شما و احیانا بسیاری از همفکرهای شما چه نظری دارند در مورد مذاکره با طالبان این الان اتفاقی که از زمانی که شما استفاده دادید تا به حال افتاده اینه که سیر فکر و روند مذاکره با طالبان خیلی بیشتر شده جرگه مشورتی صلح تشکیل شد شورای صلح تشکیل شد و الان کمیسیون مشورتی صلح بین ای ای افغانستان و پاکستان به رهبری عالی ترین مقامه دو کشور داره تشکیل میشه یعنی شما در واقع این وسط چیز آیده شما نشده بله. برعکس شما بازنده این جریان هستید. ببینین دو را ما یاداوری میشم که در تناقض با ارزیابی شما قرار دارم نکته اول کسایی که در صحنه می با طالبان صحبت کنند اینا نماینده حوزه ضد طالبانی نیستند و اگر اینا به موافقت هم برسند او موافقت تطبیق کردن نمیتونن. در جرگه مشورتی صلح که تشکیل شد آقای سال به ریاست آقای ربانی تشکیل شد الان کمیسیون صلحی هم که در جریان داره باز هم از افرادی هستند درش که قرار متحد شما باشن قراری که در طیف جناهی باشه که مخالف آقای کرزی هست در نتیجه متحد شما کیه این وسط با در, در مخالفت با مذاکره سوال نکته بس جالب است آقای پروفسور ربانی نقششان در این جریان نقش یک میانجی اگر آقای ربانی به نمایندگی از حوزه و تفکر ضد طالبانی در اونجا حضور میافتن ما مشکل نداشتیم ادبیات را که اونا به کار میبرن ادبیات یک میانجیست در عین زمان آقای کرزی بنا به دلایل متعدد از دید سیاسی در حالت فرسایش قرار داره شما در این وسط کسی که از تفکر مقاومت در افغانستان نمایندگی کنن ندارین ما یکی از صداهای هستم که بسیار بارز پیام ما این است که اگر آقای ربانی میانجی هستن نماینده تفکر مقاومت نیستن ولی اگر آقای کرزی بین طالبا و آقای ربانی میانجی میشن مفهوم رایه کردن میتونن چون آقای کرزی بالاخره علنی طالبا را برادر خود خطاب میکنن حال سوال این است که به نمایندگی از منافع مقاومت ملی مردم افغانستان که تروریسم شکست داد در این ستپ و در ترتیبات نماینده کی است؟ این نماینده وجود نداره آقای ربانی تمام الفاظ و اصطلاحات را که استفاده میکنن اصطلاحات یک میانجی است میخواین که در برنامه هویت سازی کاذب و طالبا اشتراک کنن که اینها اونطور نیستن که گفتمشه میشه بالاخره ما پیام واضح دارم اگر طالبای امروزی را ملت افغانستان نمشناسن دیروز سرزمین و ما را کی سوختاد زنهای افغانستان کی از خانواده هایشان جدا ساخت یکی نه دو نه هزاران آثار تاریخی ما را کی از بین برد این درسته قدر کشتار عمل کرده طالبان خیلی روشن آقای آقای ساله ولی شما اصولا اصولا با هر نوع مذاکره با طالبان مخالفید ما با مذاکره موافق هستیم ببینین من نمیخوایم که انوانه که به ما داده میشه اسپایلر صلح باشه یا مخل صلح شما شما, میگید این صحبت شما شما میگید مذاکره با بامگذاران انتحاری مایه خفت کشور است این این حرفش با. ما میگیم که به خاطر مذاکره ما میتونیم عدالت مجروح کنیم قربانی نه روند فعلی اگر در برابرش استادگی نشه بهای به را که می خواهد بپردازه قربانی و سربریدن عدالت از یک از بین رفتن دستاورداز دو سقوط امید در افغانستان سه و هیچ امکان نداره که با ای و با اتکا به ای ادبیات سیاسی و با ای سیاست تزرع ما افغانستان به صلح ببریم شاید جغرافی جنگ تغییر کنه اما صلح نمی چرا از ملت افغانستان در ای بین کی نمایندگی میکنه آقای کرزای میگه ما با طالبا برادر است و جناب استاد ربانی میگه ما بین دو برادر میانجی هستم جامعه مدنی حق زن حق مقاومت افغانستان حق آزادی های را که ما خونبه های خود میدانیم نماینده از است من هم بگم ما یکی از هنجره های چرم، هستم چرم، که چرم، اینجا آمده؟ چرا, اینجا چرا, چرا نماینده نداره ببین با هر کی آدم صحبت میکنه در افغانستان یک صدای مشخص روشن منسجمی در بین طیف مخالفان آقای کرزی وجود نداره که بگه ما مخالف این جریان هستیم و این هم راه حل شما افراد هستن مثل شما بله. ولی یک سازمانی وجود نداره در مقابل اگر محک سنجشی باشه که ما نظام از آن چی هست و تزلزل ببریم و بعدا بالای ما محاسبه شوه ما فکر میکنم اون روش موثر و مفید نه به افغانستان است و نه به دوستای افغانستان است و ما آرزوی ما است که ما وادار به توسل به اقداماتی که نظم در افغانستان متزلزل بسازه باید نشیم صدای ما جدی گرفته شود با ابراز یک نکته ما که میگم صدای ما جدی گرفته شود دنبال گشایش یک نقش در فضای سیاسی افغانستان به خود نیستیم و تفکر مقاومت ملی افغانستان هستیم فرمانده پلیس که روز جمعه در قندار شهید شد ما او همسنگر خود میدانم برخواسته از تفکر مقاومت ملی افغانستان میدانم ما هیچ نوع اجندای تباری ندارم شمال و جنوب ندارم هر خونه که توسط طالب در ننگرهار و قندهار و المند و شمال ریخته میشه ما خود نماینده از او خون میدانم امروز دولت افغانستان از او خونها نمایندگی کرده نمیتونه چون اینا از در تضرب دولت پیشرفت هستند و باید علای از این برنامه موقف گرفته شد خب چرا ما بسیج نیستیم؟ چرا بسیج نستیم نهی روی که می نظر مخالف بته تحت فشار مزایف قرار میگیره دولت افغانستان و طالبا و در زیر فشار از این دو جریان جر... بزار شما دقیق فرمودین ما با چالش های مواجه میشیم که متفاوت است از کشورهای نورمال اما یک نکته بود نکته دوم و ای است که نباید ما بگذاریم ملت افغانستان به عیس دستمال دست نیروهای بزرگ استفاده شود دیروز هم نوا میشیم با شعار ضد تروریسم امروز بدون از اینکه منافع ما را تعریف کنیم هم نوا میشیم با یک پایگاه فکری انگلیس که خب ترورست تبع نمرایش سازش کنن و شما اجندا ندارن آقای آقای شما یه طوری صحبت میکنین که انگار آقای کرزی قراره که با طالبان مذاکره کنه و دولت رو دو دستی تقدیم طالبان بکنه شما شما در نتیجه یعنی مخالفت شما نوع برخورد شما به مذاکره با طالبان هم از سر تزرع از در خاری یا هر چیز دیگه فدا کردن منافع ملت افغانستان یا منافع ملی افغانستان به پای یک عده مرزنشین همین صحبت های شماست یعنی یک طور صحبت میکنین که انگار قراره که دولت رو در یعنی طالبان بیان حکومت کنن دقیقاً من شما رد نمیکنم چرا بخاطر خاطر که من ما... دسترسی که به اطلاعات استراتژیک داشتیم ما حال هم عقیدیم به ایست که بزرگترین توفه آقای کرزای عزیبه بعد به افغانستان است که ما را به تنگنا میبره ما را به با بنبست استراتژیک میبره در بنبست استراتژیک یا طالبا حاضر به مذاکره میشن یا دولت انوزم هم نسبت به وضعیت امروزی فرسوده تر و پاشیده تر میباشه ببینین این نظام تمام برگه های قوت خود را افشا کرده اگر ما به جای طالب بودم با اینا چرا مذاکره میکردم مگذاشتم دگه هم بپوسه مگذاشتم دگه هم بپاشه پیام ما به این نظام است که نظام موجود افغانستان خونبه های مقاومت ملی ملت ماست و اگر ای به معامله گذاشته میشه به خاطر از اینکه ها راضی شوند ما نمیگذاریم یک دوم اگر به شیوه موجود ما به طرف مذاکره بریم معنای بسیار معین و قابل پیش بینی داره طالبا منیس یک جریان نظامی سیاسی خل نمیشن خل تشکیلات نمیشن فاقد زیر ساختای مایوی که در پاکستان پشترشان سرشان است نمیشن مناطقی را که بدست میارن اجازه رقابت سیاسی نمیتن پس قربانی که میشه تفکر مقاومت ملی افغانستان فلعازا ما هیچ و مخالف که آقای کرزی به نمایندگی از منافع ملی ما با یوسف رضا گیلانی بشینه ندارم ولی چرا نماینده پنجاب در قبای ما و با لسان و ما بیایی و از امرای ما مذاکره کنم اما مخالف ازی هستم و نمیخوایم هویت شرق و جنوب خب. کشور ما هویت طالبانی باشه بسیار خوب حالا این مذاکره در جریانه و ممکن به نتیجه هم برسه بله. خب شما از حالا پیش بینی میکنین که این قرار نیست به اون نتیجه برسه که منافع ملی افغانستان رو تمین بکنه اون وقت شما میخوانی چه کار بعدش؟ شما از من میپرسین که جنگ در کدام مرحله است؟ اگر آلت به شوه فیلی پیش بره شما بپرسین که توانایی بسیج در اختیار کی قرار میگیره طالب یا آقای کرزه ما حرف ما با آقای کرزه ای است که پتانسیال استعداد توانایی بسیج را از دست نده تو به خاطر سازش با یک گروه حوزه ضد طالبانی را که نزدیک 90 فیصد ملت افغانستان را تشکیل میده به روحیه نست از کجا میدونید شما چرا فکر میکنید 90 درصد مردم افغانستان حوزه ضد طالبانیه این طالبان این همه افراد را از کجا جمع میکنند مگر اینکه حمایت دی از مردم رو داشته باشند؟ دقیق است این نما طالبایی که در افغانستان کشته میشن اینا همه از تبار بیگانه نیستن اینا از داخل افغانستان است ولی اینا هیزم سوخت هستند اینا چوب سخت هستن ما هیچگاه طرفدار از این نیستم که روستایی های جنوب و شرق افغانستان به عنوان طالب کشته شد ما طرفدار از این هستم که پایگاه حمایوی و زیربنای حمایوی طالب در پاکستان مورد بمبارد قرار بگیره ما باید اون را هدف بگیره صد هزار طالب روستایی را اگر آقای کرزی قرار از پس بیارد از جامعه افغانستان مدغم کنه ما به حیث یک افغان و جز از ای که اظهار خوشی و سپاس کنم چیز دیگه نمیکنم اما اینا تذرع و رهبری طالب میکنند یعنی اونایی که مهارت استراتیژی، شان در در کشتار ثابت شده به اونا سر آزار ولی آقای سال اگر که اگر مذاکره قرار باشه و به یک نوعی صلحی قرار برسه ناچارن با رهبراشون مذاکره میکنه. اجازه دل... بدید به دلیل اینکه به دلیل اینکه این جنگ علیه طالبان الان ده سال ادامه داره بله خب با لشکر عظیم غربی با امکانات و تجهیزات بی‌نظیری که تو دنیا نظیر نداره و تا حالا نتونستن این کارو بکنن اون وقت یعنی طالبان رو شکست بدن در نتیجه ممکنه یک به این نتیجه رسیدن همه که شکست طالبان به وسیله نیروی نظامی عملی نیست بهتره راش که یک راهی پیدا کنیم باشون مذاکره بکنیم و برای مذاکره هم با افراد عادی کسی مذاکره نمی‌کنه با رهبراشون مذاکره می‌کنه دقیق است ما با این منطق شما ساز نواستم ولی شما به خاطر مذاکره با نیرویی که بالای قلعه تان حمله کرده دیوارهای قلعه را از هم نمی پاشه. آنچه که آقای کرزای داره انجام می ته دیوارهای قلعه به نام افغانستان است. از من یک سوال از شما بکنم شما فکر می که آقای کرزای چرا این کار میکنه یعنی منافع یا اون هدف نهایی آقای کرزای؟ چیه که میخواد با طالبان مذاکره بکنه و جنگ نکنه باشه دو سه دلیل واقعی که من میدانم جز از او رازهایی است که نمیخوایم بگویم ولی دو سه موضوعش هم میخوایم افشا کنم اول آقای کرزای به نوع نظام به دستاورت های از این نظام اعتقاد نداره آقای کرزای اعتقاد به ای که در بنیاد و هسته و تفکر مداخله غرب در افغانستان مورالتی و ارزش وجود دارن نداره و سیوم آقای کرزی فکر میکنه فکر میکنه که با اتخاذ ای ادبیات ادبیات سازش ادبیات حضورخواهی ادبیات تذرع به خود یک کندوی از اعتبارات جدید میسازه یعنی توسل به شعارهای میانتیهی ملی مذهبی فکر میکنه که اینا را به یک فکتور سوم در افغانستان تبدیل میکنه که ناتو، طالبا و آقای کرزد یقین اما به قیمت چی؟ ما حرف مایی بود که شما با بسیج نیروهای ملی و با اعتقاب نیروهای ملی بله ای یک آرزوی انسانی و شریفانه است به یک فکتور و عامل سیم باید تبدیل شوید. اما نه با سرکوب تفکر ملی امروز اینا با سرکوب تفکر ملی و با توسل به شعارهای میانتیهی میخواین با طالب صلح کنند نتیجه هر چیز که باشد. صلح کاذب خواهد ثبات زود گذر کاذب خورد خب بیزا بدید من یک سناریوی جلوی شما بذارم آقای صالح الان صحبت بر اینه که جرگه تبشیل بشه و بر اساس اون تصمیم بگیرن در داخل این جرگه که آیا پایگاه نظامی برای امریکایی ها بپذیرن یا نپذیرن بم. فرض بر این بگیریم که امریکایی سال 2014 خارج میشن از افغانستان و پایگاه نظامی هم نخواهند داشت جرگر تصمیم بگیره که پایگاه نظامی نداشته باشن تو؟ اون وقت سال 2014 به بعد آدمی مثل شما که به این شدت مخالفه و منافع ملی افغانستان رو در نظر داره باید چه کار بکنه و چه کار میکنه؟ من باید دارم در دا مذاکرات اشقابات، در مذاکرات سیویس، در مذاکرات تاشکند یکی از اعضای مذاکره کننده بودم طالبا گفتن سلای تانا به پنج سال نگاه کنه برای احمد شا در شورای نظامی ما نقش میتیم ولی بپذیریم که تفکر ما تفکر حاکم باشه یکی از دلایل که به جای نمی رسیم که سر هیچ چیز استادگی نمی کنیم سر هیچ عدالت استاده نمیشیم از خون مسعود ها تر شویم از سرزمین سوخته که بالای ما تطبیق کردن تر شویم از فرو ریختن آثار تاریخی ما توسط از این گروه تر شویم از اینکه جامعه را به هاشیه کشاندند و تعریفشان از جامعه افغانستان که به ما مستقیم بیان کردند رمه گوسفند بود این تعریف طالب از جامعه افغانستان یعنی با این صحبتها ای ای صحبت آقای, آقای، ساله شما در واقع یعنی ادامه جنگ دیگه یعنی شما،, یعنی شما بسیجی نخلی. که بسیجی ملی شما تر، این که شما طرحش رو دادید اینکه مردم رو بسیج بکنند بهشون آگاهی داده بشه نخلی. و چیه بس؟ نخلی. پس اگر اگر طالبان اینا میخوان اگر میخوان بیان و حکومت رو به دست بگیرن بگنه. و شما دارین مردم بسیج میکنین که چه کار کنن این ای ما یک روشنفکر تبعیدی نیستم که در از از لایه تحلیلای کتابها صحبت کنم ما زاده بحران است بحران لمس کردیم در بحران بزرگ شده و میفهمیم که بحران چقدر دردآور و دردآفرین است هیچ یک از اعضای خانواده ما نزدیک و دور بیرون از رو کشور از افغانستان نیست من نمیخوایم خانواده ما ما بر شما نمادین گپ میزنم سمبولیک گپ میزنم قربانی جنگ باشه ببینین ما میگیم که به دشمن خود هویت کاذب و دروغی نباید ساخت بله طالبا قاتل هستند افراطی هستند مزدور هستند نمیتونیم ما اینا را شکست بتیم با پذیرش هویتشان به مذاکره میشینیم آقای امرو ساله خیلی مشکل شرکتون در برنامه بار